به شم هشم نعصه و نسلی اختراسی سیوالان و مشه مراشاق هیلت یعقوب به ذرت شمید بارخ پارشای پین خاص هستیم فصل 25 پاسوق 13 پاسوق می فرماید و های تالو اول زر او اخراب و باشد برای او و نسلش بعد از او عهد کهانت ابدی عبدی به خاطر اینکه و وزید به خالقش و کفاره کرد بر بن اسرائیل فرزندان اسرائیل حالا با خیلی مقادش در تفسیر این پاسخ میفرمایند که تختشر و گمر ویخپر ناتن لمش با خلویا داده است دلیل به آنچه که انتخاب کرد برای او خدا که موفق بشود به کهونا پین خواست به عنوان هدیه از جانب هشم ولو میکوخ آوید نه از قدرت پدرش آمد تخت اشرقین للواب به خاطر اینکه غیرت ورزید به خاطرش به خاطر خداوند او آسا للواب به خاطر خدا این کارو کرد خدا هم بهش هدیه داد و خش الکبودو یعنی اهمیت داد به کاود خداوند از میدا ب... که نگد میدار افتار کرد بگم الهاب یه رو خداوند او رو بلند مرتبه کرد به این سورخ لو لحانوت بیقارو میقرابیر یعنی بدون که احتیاج داشته باشه از عزت پدرش استفاده کنه یعنی همونطوری که کاود خداوند رو بالا برد اینجا مقدش بارخو کاودش رو بالا برد احتیاجی به کاود پدرش نداشت اوخ نگد مشا مشتی لو شالوم و در مقابل اون چیزی که گفت برای او شالوم باشه گمتی لزر رو همچنین برای نسلش آمر و ایخب بن اسرائیل و پاسخ میگه کفاره کرد بل بن اسرائیل پیروشش اینه که شعاسا شالوم بن اسرائیل و به نویم و شما پینخواست با این کاری که کرد غضب خدا رو از بین برد و شالوم بین اسرائیل و پدر آسمانیش به وجود آورد بین ال اسرائیل مخمت ملخ ملخ مابت و آرامش داد به جامعه اسرائیل از خشم پادشاه که همون ملخ مابته که خداوند با خشمی که میکنه ملخ مابت رو میفرسته و زینویس توضیح میده میشله داریم فاسقه چارده فصل تدزین میفرماید که خمت ملخ ملخه ماوت و یه یعنی خشم پادشاه فرشتگان مرگ ولی شخص خاخام این رو کفاره میکنه یعنی خشم خدا رو که نتیجهش فرستادن فرشته مرگ بود توسط مرد خاخام که پین اینجا حذف شد و این خشم از بین رفت و ادامه میداره برخه این مقادش که لازه یلو برید هشالوم مهم و به خاطر همین که بین خداوند و بندگانش شالوم انداخت خدا به او شالوم داد یعنی اینکه اعتراضی بر که اونای او نخواهد بود اخشه امشه اتابا اشرتی به کپارت بین اسرائیل او اتابا نیم شرخت. همونطوری که خوبی که خداوند کرد به جامعه اسرائیل به خاطر کفاره بن اسرائیل توسط زخوت کاری که پین خواست کرد یک خوبی همیشه و مداومه کل دور و دور حبا با میکو و خاریشونی و شرکی پر علیهم یعنی هر دورهی که میاد از قدرت اون اولیاست که کفاره شد بر اونها که اگر اینها از بین رفته بودن بچه های از اونها به دنیا نمی اومد پس بنابراین خوبی که پین خواست کرد باعث شد خشم خدا از بین بره و تاثر و بلا رفت بشه و دیگه کسی از بین نره پس اینها بچه دار شدن بچه های آوردن اونها هم بچه های و اون نسل های بعد به همه اینا از خود پین خواست بود پس بنابراین خداوند هم جوابش رو داد بلازه که متیه نیمشه خطتاوا گم کن به خاطر همین این خوبی هم که خداوند به پین میکنه یه خوبی ادامه داره نوشته وایتو لول زرا و خراب بدید که اونه که برای او و برای نسلش بعد از او عهد کیانت ابدی باشه پس بنابراین دقیقا همچنانی که پین عمل کرد خداوند به او اهمیت داد او احترام هشم گذاشت هشم هم احترامش گذاشت و احتیاج به زخوت پدرش نداشت سربلندش کرد و همینطوری که شالوم به وجود آورد و سول و صفا بین هشم و جامعه اسرائیل به وجود آورد هشم هم نگذاش کسی به او مدعی بشه به که اوناش و همینطور خوبی که به جامعه اسرائیل کرد خوبی مداوم بود چون بلا قطع شد کسی دیگه نمرد پس اونا که زنده موندن بچه دار شدن اونا بچه و بچه نسلای بعدی ادامه دار همینطور براخایی هم که به پین خواست داد اقدش یک براخای مداوم بود که او طولام که نسلش هم بعد از او کوهن باشند. او درخ رمز و به طورت رمز توضیح داده میشه بعد طبق صحبت های خخامیم در یلغود که منویسه که گفتن پینخاس همون الیاوه که در آینده بشارت میده جامعه اسرائیل رو در گالوت آخر همونطور که پاسخ میگه اینه آنوخی چولی علاقه متلی و نبویم ادونای حقا و را خداوند قبل از اون روز بزرگ و ترسناک الیوان رو میفرسه برای ما که شایدش به زودی خواهیم بود و اینجا اطلاع میده پاسخ بمه زاخا به چه وسیله موفق شد به این مقام لاشیب بانی مل با که قلب پدران فرزندان رو بر پدران برگردونه خاطر که غیرت ورزید به خدا بندش زال روزال خود فهمدن این خا در مسخه تای دویوت می فهمد این الیاوبا الا لحربوت شالوم با اولام الیاوبا نمیاد مگر اینکه که میخواد شالوم رو در صلح و صفا رو در دنیا زیاد کنه به عمرو پینخواست هشیو اتخماتی به قنو اتقیناتی دو تا قین آ گفته کافلومر شته قناعوت دوبله کرده که دو تا قناعوت بگی که اشاره کنه به قین که قینا ورزی در این زمان و به قینایی که قینا خواهد ورزی در زمان اخاف که میکشه باشه شمشی تمام پیامبران بوت رو پس دو بار قینایی که گفته یکی زمان خودش زمان مشربون که یکم زمان اخ اخاب که عمر و قناقینتی لدونای در ملاخیم هم اونجا ملاخیم یک فصل 19 پاسخ داده اونجا هم قنو قینتی میگه دوبله گفته که اشاره میکنه به دو تا قناوت یکی زمان مشه و یکی زمان اخ و میفرماید لاخن امر اینینی نوتنلوت بریتی بنابراین بگو اینک من میدم به او عهدم را شو حبرید که اون اهدیش که عهد بس خداوند با پدران لاتت لاهم که بده به سر... اونها سرزمین اصارا امامین ده ملت رو این خونده میشه عهد شالوم که اون وقت یه شالوم به خول آولان وقتی که اون ده ملت بود پر از تسخیر شدن دیگه شالوم در دنیا مسلط خواهد شد دیختیب اوپارا اوپارا و دو تیر اینا. یعنی گاو و خرس با هم میچرن بلو یاره و بلو یشکی تو دیگه بدی و تباهی انجام نمیدند و بریت سه و این بریت برای پینخاس خواهد بود کیوزه اشری اسه تداور ازه زیرا اوست که انجام میده این موضوع رو به شیل به بانی و بود و بر میگردونه غرب فرزندان رو بر پدران دیختیب این آنوخی شلی علاقه متر من میفرستم برای شما یعنابی رو بلازه دیگ دقلومر ایننی نوتنلو بیفراتوت یعنی من به او میدم به او به طور ویژه فقط به خودش بلوشی تفری و, و, و نسلش رو با او شریک نکرد چون گفته اینه نوتن لو و نگفته اول زر و بخکا خامر برید که اونا تا لو اول زر و اخرا برید که اونا در مورد برید که اونا گفته همچنین نسلش ولی در مورد عهد شالوم گفته چی؟ اینک من میدهم به او این اینو تنلوت بریتی شالوم و عهد شالوم رو فقط به او و عهد کیانت رو به خودش و نسلش امیدواریم زخوت ارمزا خودتو ماگه همه ما باشه آمین